بغلان رادیو په بغلان کې د خبر تر ټولو باوري سرچینه 98.2 اف ام. سلام و وقت بخیر شنونده عزیز رادیو بغلان، محمد امیر محمدی ابلاغ هستم با تقدیم سرویس خبری این ساعت. در نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم امروز. بازداشت دو تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در بغلان. کشف و ضبط یک دیپوی مهمات مخالفین مسلح در ساحه زمانخیل بغلان. رهایی 8 تن از چنگ ربایندگان در غزنی و پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. تفصیل اخبار. پلیس بغلان از بازداشت دو تن در پیوند به قاچاق نزدیک به 1 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام شیشه در این ولایت خبر می‌دهد. پلیس این ولایت دو تن را هنگام بازداشت نمود که مقدار 950 گرم مواد مخدر تحت نام شیشه را از ولایت کندوز در یک اراده واسطه لینی می‌خواستند به ولایت بلخ انتقال دهند که توسط پرسنل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر با همکاری پلیس حوزه دوم امنیتی این ولایت هین ورود به کمربند امنیتی مواد ذکر شده کشف و دو تن بازداشت گردید. پلیس بغلان میگوید که افراد بازداشت شده اکنون تحت تحقیقات و بررسی های بیشتر قرار داشته که بعد از تکمیل دوسیه‌شان محول ارگان‌های عدلی و قضایی خواهند گردید. منصوبین ریاست امنیت ملی بغلان طی یک عملیات خاص و اپراتیوی یک دیپوی مهمات گروه طالبان را از ساحه زمانخیل شهر پلخمری کشف و ضبط نمودند. این دیپو که شامل 1 میل راکت انداز، 1 میل کلانشکوف و 1 فیر مرمی راکت انداز همراه با 20 فیر اقساقان، 1500 فیر مرمی پیکا، 10 فیر نارجک انداز که از آن در عملیات های نظامیشان تحت نام خندق استفاده میکردن کشف و خونسا کرده است. در پیوند به این قضیه کسی تا کنون بازداشت نکردیده، عاملین آن تحت پیگرد این اداره قرار دارد. مسئولان محلی غزنی میگویند در نتیجه تلاش‌های متنفذان قومی 8 باشنده قره‌باغ که 2 هفته قبل از مسیر غزنی قره‌باغ روبوده شده بودند رها شده است. به گفته باشنده‌های محل این 8 تن مشمول چند کارگر و محصل است که برای گذراندن ایام عید فطر به خانه‌هایشان رفته بودند که در مسیر دشت قره‌باغ غزنی از سوی رباینده‌های مسلح روبوده شدند، اما شب گذشته توسط پلیس رها شده و به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است. و خبر اخیر این که گزارش‌ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری ترکیه می‌رسانند که رجب طیب اردوغان حریفانش را در انتخابات شکست داده و یک بار دیگر بر کرسی ریاست جمهوری آن کشور تکیه زده است. کمیسیون انتخابات ترکیه به اساس نتایج به دست آمده اعلام کرده است که رجب طیب اردوغان یک بار دیگر به اساس رأی دهندگان رئیس جمهور ترکیه شده است. به اساس اطلاعات به دست آمده اردوغان توانسته که از 100% آرای مردم بیش از 52% آرای مردم را به دست بیاورد. اردوغان در واکنش به اعلام نتایج گفته که شهروندان ترکیه یک بار دیگر مسئولیت ریاست جمهوری و وظایف اجرایی آن کشور را به او سپردند. در عین زمان باید گفت که اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری 6 رقیب داشت و محرم اینجی از رقیبان سرسخت او توانسته که در مجموع حدود 31% آرای شهروندان ترکیه را به دست بیاورد. و شنونده عزیز، تشکر از توجهتان به اخبار این ساعت. برای شنیدن این خبر و اخبار تازه دیگر به فیسبوک رادیو بغلان مراجعه کنید. تا سرویس خبری بعد، خداوند حافظ و ناصرتان. بغلان رادیو په بغلان کې د خبر تر ټولو باوري سرچینه 98.2 FM.